سلام، مریم غلامی هستم، مدرس نقاشی و فعال در زمینه هنر. تو این آموزش قرار انواع جنسیت رو تنها با یک مداد بتونیم یاد بگیریم که جنسیت چوب، بلور، شیشه، پارچه، اجسامی از این قبیل رو بتونیم تنها با یک مداد با همدیگه کار کنیم و بدونیم با چه سایه‌ای میتونیم جنسیت ها رو نشون بدیم. چیزی که هستش در واقع نیاز به ابزار خاصی نداریم. اگه شما تسلطتون خیلی بالا بشه، یعنی با دو تا مداد هم کارتون راه میفته، ولی خب بهتره که مثلا اگه بخواین خیلی دقیقتر و بهتر و تمیزتر کار از آب در بیاد، میتونین از مداد 4H تا 6B، حالا تو مارک های مختلفی هستش، فابریکاسل مارک های یعنی متفرقه زیادی هستش که بهترین شان فابریکاسل میتونین تهیه کنین. از 4H که کم رنگ ترینه و گرافیتش کمه و 6B که پر رنگ ترینه، برای جایی لازم میشه که پر رنگه و گرافیتش بالاتر استفاده میشه. و حالا اگر اوایل کارم نخواستین زیاد مداد تهیه کنین، میتونین فقط در حد این مداد B، یه دونه H، B2 و B6 تهیه کنین. پس میتونین با دوست مداد هم ادامه بدیم و تراش و پاکن احتیاج داریم. تو قسمت اول میخوام که چند مدل سایه رو بهتون بگم، بعد حالا تو فصلهای آتی بریم سراغ این که مثلا هر جنسیت رو با چین کار میکنیم. چند مدل سایه میخوایم باش آشنا بشیم که به چه شکله. سایه ها حالا اسمای متفاوتی دارن. چیزی که رایجه یه سایه هست به اسم دو سر باریک، از اسمش مشخصه، یعنی دو طرف حالا اون هاشور یا سایه‌مون باریکه، یعنی دست منو خیلی به صورت آروم تصور کنید، من آروم میزنم بعد تون تون میزنم، انگار تصور کنید یه هواپیما فرود میاد دوباره بلند میشه، فرود میاد دوباره بلند میشه، یعنی از بالا میاد پایین به این شکل میره بالا، از بالا میاد پایین میره بالا. من آروم اول چند بار میزنم، دقت کنید دو طرف این هاشور و سایه مو باریکه، این سایه دو سر باریک. حالا که سریع ترش به این شکل میشه. که باید با تمرین یاد بگیریم که به چه شکل سریع کار کنیم. یه مقدار میزنم بعد کاربرداش هم میگم بهتون. مثلا شما فرض کنین یه جایی که خیلی سطح زیادی داره بخواین سایه بزنین، از سایه دو سر باریک استفاده میکنیم. و برای مو، برای حالا کاربردش رو بهتون میگم. الان فکر کنین یه سطحی رو دارین سایه میزنین که خیلی سطح بزرگی و شما نمیتونین دستتون رو خیلی حالا چپ و راست کنین. این سایه جوری هستش که این در حقیقت چف میشن تو هم دیگه، چون دو سرش باریکه، ادامهش رو که من بخوام بیام بزنم انگار که از اول یه سایه با خط بلند زدم و اصلا مرز بینشون دیده نمیشه. که با تمرین و تکرار به دست میاد، یعنی شما اینجا مرزی مشخص، انگار که مثلا از ابتدا من به همین شکل سایه بلند زدم. میکنید این رو بلند میزنم ببینین، من سریع دارم میزنم ولی در حقیقت همجوری، مثالی که براتون زدم هواپیما، حالا به خاطر که تو ذهنتون نقش ببنده میگم این مثالو. و اینم که کوتاه بود و با دو تا سایه زدم، به همین شکل چف شدن تو هم دیگه سایه، دو سرش باریکه. حالا برای جایی که لطیف تر استفاده میشه، یه سری جاها که ما نیاز داریم که اون لطافت رو نشون بدیم، یه سایه حالا یا هاشوری داریم به اسم دو سر پهن، یعنی دو طرفش پهنه، یعنی یه استوپ و یه قطعی داره. میکنین دو سر پهن، میبینیم سم دو سر باریک، دو سر پهن، هر یه دونه ای که میریم اینگاه خط داریم میکشین، یه استوپی ما داریم. که حالا تو فصلیاتی متوجه میشین که مثلا یه سری جا استفاده میکنیم، فقط میخوام آشنایی پیدا کنیم با این سایه ها. یه سایه دیگه داریم به اسم یه سر باریک، مشخصه دیگه از اسمش، یعنی یه سرش باریکه، یه سرش پهنه، پس از یه طرف پرتاب میشه.
اینجا من دستم استوب میکنه، از این ور پرتاب میشه. تو سایه زدن و هاشور زدن نکته که باید خیلی توجه کنین که حتما نوک مدادتون همیشه تیز باشه، اصلا صرفه جویی و قناعت تو این موضوع نکنید چون کارتون زشت عذاب در میاد. بعد یه نکته دیگه دوباره بگم، سایه هایی که سرش باریکه میتونین عشان ادامهش رو بزنین و مرز بینشون دیده نمیشه، ولی اینجا من بخوام بزنم نگاه کنین عشان براتون با مثال میگم متوجه بشین، یه سرش پهن بود یه حالت قشنگی به ما نمیده، مرز مشخصه بینش. چیزی که طبیعی میکنه کارو حالا تو نقاشی های حرفه‌ای تر اینه که کار یه دست باشه، مرز نداشته باشه، طبیعی باشه. این نکاتیه که به مرور حالا با تمرین و تجربه دست میاد که حالا من با تجربه‌ام خدمتتون اعلام میکنم شما استفاده کنین که کارتون تمیز از آب در بیاد. این از این. و یه سایه‌ای داریم که عمدتاً کلاً تو این آموزش ما از این سایه استفاده می‌کنیم به اسم سایه پرداز. سایه پرکاربردیه و بیشتر جنسیت‌ها رو ما با همین نشون میدیم. صبر زیادی میخواد و اینکه خیلی سعی می‌کنم که یه جوری اول بزنم که ببینین مشخص بشه. برای جنسیت پارچه، شیشه و بلور، برای پوست صورت، یعنی اگه بخوایم با مداد رنگی کار کنیم یا همجوری اسکچ بزنیم طراحی کنیم، برای انواع پوست دیگه خدمتتون عرض کنم، برای چیزای لطیف، برای هر چیزی که شما فکر، برای گل و گیاه کشیدن، برای خیلی جاها کاربرد داره. به چه شکله؟ به صورت دایره های توپر ریز ریز. یه قسمتی رو من مشخص کنم بزنم فکر کنم بهتر باشه. این مربع رو فرض کنیم من میخوام پرداز بزنم. چیزی که خیلی مهمه کنترل فشار دستتونه، که حالا تو آموزش میخوایم جنسیت‌ها رو بزنیم متوجه میشین، و جوری باید شما سایه بزنین. من بزرگ میزنم که ببینین چون اینجوری مشخص نیست. فرض کنین هر یه دونه اینقدی، مثلا اینقدر من بزرگش کردم، دایره های توپره که اصلا مشخص نیست، به صورت دایره های توپر به هم چسبیده. همونجا دیدیم، همونجا هر سفیدی رو دیدیم پر میکنیم، ولی نه به اینقدر بزرگی، خیلی به صورت ریز. من فقط بزرگ زدم که شما متوجه بشین، یعنی مثلا فرض کنین این یه دونه مداد، اگه قطرش پهن باشه این یه دونه دایره میشه، یه دایره دیگه من کنارش باید بیارم همجور پر کنم. من این سطح رو پر میکنم. و نکته که خیلی مهمه تو پرداز، اگر جای تیره بود اصلا با فشار دست اون تیرگی به دست نمیاد، با تکرار پرداز و سایه زدنه که اون تیرگی به دست میاد. یعنی اگه حالا تو شکل ها مشخص میشه یه جایی بخوایم بکشیم پارچه، مثلا جای تیره تره، ما نمیاییم دستمونو فشار بدیم هیچ وقت چون کار طبیعی از آب در نمیاد، میاییم کارو تکرار میکنیم. مثلا همینه میگم صبر زیادی میخواد، با تکراری که به دست میاد. ببینیم شما اگه بخوایم فشار بدین یه جوری مثلا برق میفته کار و کار اصلا طبیعی از آب در نمیاد، اون لطافت و نرمی رو نداره. شما با تکرار باید یه جوری تیره تر کنید. مثلا من این برای کمرنگ تر میزنم. فشار دستتون خیلی لازمه تمرین کنین. اگه بخوایم پر رنگش کنیم من دوباره تکرار میکنم، یا در نهایت مداد رو عوض میکنم. اگر خیلی تیره بود، مثلا الان دارم با ب میزنم، با ب دو میزنم، با ب شیش میزنم، هیچ وقت نمیام دستمو فشار بدم کار تیره بشه. پس اینو همیشه یادتون باشه. این سطح رو پر میکنم. بعد یه نکته دیگه هم خدمتون اعلام میکنم و میریم سراغ جنسیت ها که سایش رو با هم دیگه بزنیم. هر جا سفیدی دیدم همونجا پر میکنم. و حالا من عقب چند جا لک انداختم که بتونم این نکته رو خدمتتون اعلام کنم. فقط حرکت دست همونجور دایره های توپر
جایی که خالی داره رو پر میکنم از صفحه این کاغذ به این شکل. خب اگر تو این کار به هر پیش میاد فشار دست رو نتونین کنترل کنین، یه جاهایی شاید لک بیفته. برای اینکه حالا بخوایم اون لک رو از بین ببریم، از پاکن خمیری استفاده میکنیم با دستتون، حالا بدون دستکش راحت تره، تیز میکنین این قسمت رو، تیز تیز، و اون لک رو بر میدارین. حالا تو تصویر نمیدونم چقدر معلومه، پاک نمی کنه، لک رو به صورت تیز بر میدارین. بعد دوباره اگه لازم شد میتونین روش به این شکل بیاین. و مداد رو بهتره که نه عمود خیلی بگیرین نه حالا خیلی مایل، به صورت همونجوری که میخواییم بنویسین به این شکل بگیرین. خب تو این قسمت اومدیم فقط با انواع سایه هایی که حالا هست آشنایت پیدا کنیم. سایه مختلف دیگه هستش، اینا حالا سایه هایی که خیلی یعنی معروف تره و بیشتر استفاده میشه. بریم ما هم دیگه جنسیت ها رو با سایه‌ای که یاد گرفتیم کار کنیم. خب اولین جنسیتی که میخوایم با هم دیگه کار کنیم جنسیت چوبه، که من حالا برای این مثال یه سطل چوبی رو در نظر گرفتم که شکلشو دارین اینجا میبینین، تصویرشو کشیدم که تو آموزش های قبل، آموزش طراحی ساده اشیا و حالا آموزش هایی که هستش یاد دادم بهتون که چجوری بتونین با تناسباتی که هستش بتونین اشیا رو بکشین به این راحتی، یعنی با دونستن یه سری نکات میتونین همچین شکل ساده رو بکشین. پس اینجا توضیح رو میریم بیشتر سر سایه و هاشور تمرکز داشته باشیم راجع به این موضوع و طراحی قبلا میتونیم تو آموزش‌های دیگه ببینیم. خب ما قراره با مدادی که داریم بتونیم جنسیت چوب رو نشون بدیم. این قسمت خب خیلی تیره است، این که به کنار، از اینجا میتونیم به عنوان پرداز استفاده کنیم. اینجا در حقیقت چوبه و حالا این دسته و این بغلای سطل یه حالت زنگ زدگی و جنس آهنه حالا و به صورت حالا یه چیزای دوندونه که داریم میبینیم. تصویر داخل فایلی که آموزشی خریداری میکنین هستش، میتونین دقیق تر ببینین. من الان مداد ب رو برداشتم، چیزی که دارم میبینم یه سری خطوط که مثلا اینجا از سایه دو سر باریک میتونم برای چوبم استفاده کنم. حتما حتما یه زیر دست دون داشته باشین، از بالا شروع کنین کار کردن که تموم شد، چون از پایین شروع کنین وقتی بریم بالا دستتون سایدگی پیدا میکنه رو کاغذ و پخش میشه و اون کار کثیف میشه، ولی وقتی از بالا شروع کنین اتفاق نمیفته. حالا من میخوام از چوب شروع کنم، سایه دو سر باریک بهتون گفتم، اینجا شروع میکنم سایه دو سر باریکو با مداد ب زدن. این قسمت خیلی تیره نیست و معمولیه، همون جهتی که میبینم. و حالا یه نکته ای نگاه کنین، اینجا زیر سطل یه تیرگی داره که نشون میده این دسته بغل سطل جلوتر اون سطل چوبی زیرتره و اینجا تیره شده. اینجا سایه‌ای که به درد من میخوره یه سر باریکه، من میخوام اینجا یه تیرگی باشه بعد بیاد اینجا بسشه ادامش بشه. پس اینجا یه استوپی میکنم از بالا، یه سر باریک این بر سرش باریکه این بر پهنه، شروع میکنم سایه زدن به سطح پرتابی، پرت میکنم رو به پایین. حالا سریع تر کار میکنم. بعد یه جاهایی اگر نرسید به اینجا پرداز کمک میگیرم. پس ترکیبی سایه رو با هم دیگه انجام میدم. مدادم هم که نوکش تیزه. تو طراحی هم دقت کنین من خطای اصلی رو انداختم. این خط خوبی مقدار تیره تره. من تیرگی رو نشون میدم. خب سایه دو سر باریک من نمیخواستم، یعنی سختم بود که بخوام کل سطل رو با یه سایه بزنم این بر، چون یه سر باریکه ادامش بیام دوباره سایه دو سر باریک بزنم اینا تو هم چفت میشن و مرز بینشون نمیفته، من انگار از اول سایه بلند زدم. دوباره اینجا به همین شکل Thank you.
یه دونه زیر ساز میزنیم اول، بعد میایم جزئیات کار رو میزنیم، ببینیم کجا تیره تره کجا تیره نیستش. اینجا من یه سری جا میبینم تیره تره، دوباره روش میام. اگه خیلی تیره تر بود مداد رو عوض میکنیم، بعد این رگه های چوبه قشنگ با این خط های پرتابی بعد نشونش بدیم که اون جنس چوب رو ما بتونیم ببینیم. حالا اینجا به این شکله. اگه یه جاهایی تیره تر بود رو اونجا کار میکنم. یه سری شکلهای نامنظم چوبه که نشون داده شده اونو کار میکنم. یه قسمت تموم شد، میرم سراغ قسمت دیگه. این خطی که من قبل مشخص کرده بودم خیلی تیره تره، یعنی لازمه که مداد من عوض بشه. من به 6 برمیدارم، با همون فشار دست این تیرگی راحت به من میده چون گرافیتش بالاتره. خب این از این. خب میریم سراغ قسمت بعدی، به همین شکل با همون مداد به یه سر باریک اینجا تیرگی داره، دست پرتابی رو پایین سایه میزنم. باز اینجا تیره تره با مداد ب اینو نشون میدم. در واقع این مثلا یه سطل چوبی قدیمیه که شیارای بین این حالا چوبا باز شده و بالا زیر و رو هن. چوبا همشون توی سطل نیستن، فاصله افتاده. اینجا تیره تره. خب اینجا میبینیم که یه سری جاش تیره تره، هم با خط میتونیم نشون بدیم، یعنی یه سری جاها خط داره اون خطای اصلی رو میندازیم، یه سری جاها زمینش رو تیره تر میکنیم. اینا که مداد حتما باید تیز باشه. اینجا یه سری خطای اصلی داریم. اینجا یه سری نشون میده که چوبه، حالا یه سری جاش قدیمی تره، جنسش یه جوریه که یه سری جا تیره تره، یه سری جا پررنگ تره و یه سری حالا رگه ها داره. هر چیزی که میبینیم رو به همون حالت میکشیم، هر چی بیشتر تبتن کار کنین کار بیشتر شبیه حساب در میاد. این زیر خیلی تیره تره دیگه، مداد به جواب نمیده، من بهشش استفاده میکنم. صورت پرداز سر جایشم همجوری یه سر باریک. حتی برمیگردم عقب قسمتم میبینم تیره تره، باز کار میکنم. همجور پایینش تیره تره. خطا بیشتر معلومه. خب میرم سراغ قسمت بعدی، میتونم بلندتر بزنم ولی دیگه به همین شکلی، به همین منواله.
من سریعتر کار میکنم. خطایی که حالا خیلی خطای اصلیه رو و پررنگ تره رو نشون میدم که حالا پاک نشه.